بینندگان عزیز، هموطنان گرامی و علاقمندان به بحث‌های برنامه ندای زاگرس، از اینکه یک بار دیگر و در برنامه دیگر خدمتتون هستم بسیار خوشحالم. مدتی است در تقابل‌های سیاسی، در مناظرات سیاسی، در گفتگوهایی که در بین اپوزیسیون رخ میده، طیف‌های گوناگون از اردوگاه‌های سیاسی، احزاب و سازمان‌های سیاسی که شرکت می‌کنند، یک طیف فکری، یک جهت فکری شنیده میشه، دیده میشه که به نام پان ایرانیزم با ایده ایران شهری در این گفتگوها شرکت می‌کنند. نظر بنده به عنوان یک فعال سیاسی که بیشتر از وقتم رو صرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی و تقابل و تعامل و گفتگو با اپوزیسیون جمهوری اسلامی کردم در 20 سال گذشته، اینه که پان ایرانیزم، ایده ایران شهری، یک ایده و رویکرد نظری کاملا مرکزگرایانه، منطبق و مرتبط با نفی دیگران و تنوع و تکثر موجود در ایران، و از همه مهمتر به اعتقاد بنده مهمترین و مؤثرترین فاکتور برای تمامی خطر، فاکتور خطر برای تمامیت ارضی ایران هست و خواهد بود. یعنی به عقیده بنده، به اندازه ای که مرکزگرایی و در بین مرکزگرایان پان ایرانیست ها و معتقدان به ایده ایران شهری برای تمامیت ارضی ایران خطر هستند و مؤثر هستند، هیچ ایده و گروه دیگری چون این توانایی رو نداره. امروز برای بحث و گفتگو در رابطه با این موضوع مهم خدمت جناب آقای دکتر احمد محمدپور، دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه شیراز و دکترای انسانشناسی از دانشگاه ماساچوست امهرست آمریکا. ایشان دکتر محمدپور پژوهشگر و مدرس بخش مردم شناسی دانشگاه ماساچوست هستند. در این زمینه به تدریس می‌پردازند، در حال تحقیق و پژوهش هستند، به تدریس دروسی چون کردستان و خاورمیانه معاصر و تضادهای قومی یا همون اتنیک کانفلیکت و مذهبی در خاورمیانه مشغول هستند. آثار و علایق دکتر محمدپور را میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. بخش اول حوزه روش هست که حاصل آن تألیف 8 عنوان کتاب در حوزه روششناسی، از جمله سه جلدی مشهور روششناسی در علوم اجتماعی است. بخش دوم به تاریخ سیاسی و فکری ناسیونالیسم ایرانی،
استعمار داخلی، توسعه زدایی و اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی با تأکید بر کردستان شرقی یا همان روشلات اختصاص دارد. در این زمینه هم دکتر محمدپور مقالاتی رو در مجلات و منابع علمی انتشار دادن که در سطح بین المللی مطرح هستند، مثل Current Anthropology، The British Journal of Sociology، Third World Quarterly. همچنین الان دکتر محمدپور در حال کار بر سه پروژه هستند: یکی ریشه های فکری استعمار داخلی در ایران، دوم سیاست های نژادی توسعه در دوره بعد از انقلاب سال 1979 یا 1357 شمسی، و سوم ژئوپلیتیک کار، کوربری و خشونت دولتی در ایران، که به مطالعه کار و زندگی در کردستان ایران اختصاص دارد. جناب آقای دکتر محمدپور، خیلی خیلی خوشحالم که این وقت رو به ما دادین امروز با این بحث بسیار چالشی و داغ در خدمت شما باشیم. اگر صحبتی در ابتدا هست بفرمایید تا بریم سر موضوع و باز کردن این موضوع بسیار مهم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای آهنگری و همه دوستان و بینندگان عزیزی که بعداً به تماشای این گفتگو خواهند نشست. بسیار خوشحالم در خدمت شما هستم و به هر حال انشاءالله که بحث مفید و سازنده‌ای باشه. حتما. دکتر جان، همچنان که در ابتدا عرض کردم، در فضای سیاسی ایرانی ها الان سه تا به لحاظ شکل و روش کار سه تا اردوگاه وجود داره. یکی اردوگاه جمهوری خواهان ملیگراست، دوم پادشاه خواهان ملیگراست و سوم جمهوری خواهان فدرالیست هست. اگرچه از اون بحث اینکه فدرالیزم که به عقیده من اصلا بحث شکل حکومت نید، بیشتر محتوا و دموکراسی رفت داره، اما در میان این دو اردوگاه دیگر که منهای فدرالیست ها، چه جمهوری خواهست پادشاهی خواهش، یک طیف وسیعی مرکزگرا هستند، سنترالیست هستند. بنیان نظری این سنترالیست ها هم چه جمهوری خواهش چه پادشاهی خواهش، همان یک ملت، یک پرچم، یک دولت، یک نژاد، یک زبان و این بحث های آشنا برای شما وجود داره. در واقع عدم قبول این تکثر تاریخی در ایران و عدم قبول پردازش سیاسی در رابطه با ساختار سیاسی عرض می کنم منطبق با ساختار فرهنگی اجتماعی تاریخی ایران. در این میان به نظر بنده، با توجه به شناختی که از اپوزیسیون دارم، رادیکال ترین این مرکزگرایان کسانی هستند که به خود را به عنوان پان ایرانیست با ایده ایران شهری معرفی میکنن، هرچند که حزبی به نام حزب پان ایرانیست وجود داره، اما بحث این ما الان اینجا فقط معطوف فقط به این حزب نیست، بلکه به طور کلی پان ایرانیزم، ایده ایران شهری، البته با در نظر گرفتن حزب پان ایرانیزم هم اگر اطلاعاتی داشته باشه. اول از شما خواهش میکنم اگر ممکنه یک اشاره تاریخی و کلی به این موضوع بکنیم تا وارد بحث‌ها و سوالات جزئی تر بشیم. بفرمایید. بسیار ممنون. یکی از مسائل خیلی مهم در بین همه جریانات سیاسی که همکنون در ایران هست که شما به درستی اشاره کردید به این شاخه‌های گوناگون در واقع نگاه‌های مرکزی و نگاه‌های ظاهر دموکراتیک و غیره و غیره، همانطور که شما اشاره کردید یک مخرج مشترک دارن و اون هم عبارت از، حالا اگه من بخوام اون رو به زبان یه مقدار مردم شناسی تر بگم، عبارت از مفهوم هویت ملی واحد. این در واقع این تصور وجود داره که یک هویت ملی واحد به نام هویت ملی ایرانی وجود داره که این هویت ملی قدمتش دست کم به 3000 سال میرسه و بنیان این هویت ملی عبارت، به قول این دسته از افراد، عبارت از وجوه فرهنگی مشترک، زبان مشترک، فرهنگ مشترک، آداب و رسوم مشترک که باعث شده یک هویت ناگسسته و پایدار و مداوم که در طول 3000 سال گذشته
از موجهای مختلف فرهنگی و سیاسی عبور کرده و همکنون به همین شکل که بوده به دست ما رسیده. این بنیان نظری نگاه پان ایرانیستی هست. منتها ما در اینجا بحثمون اینه که ببینیم در پروژه‌ای که ما در یک سری مقالات و کارهای علمی با آقای دکتر سلیمانی مطرح کردیم، کار ما این بوده که به تبارشناسی و در واقع گفتمانشناسی پارادایم پان ایرانیزم بپردازیم. حالا اسمش میذاریم پان ایرانیزم که به نظر من شکل واقعیش در واقع همون پان فارسیزم هست، نه پان ایرانیزم، چون چیزی به نام مفهوم ایران وجود نداره. یکی از مهمترین معضلات مربوط به این پارادایم پان ایرانیزم اینه که اصولاً چیزی به نام مفهوم ایران وجود نداره. مفهوم ایران یک مفهوم مدرن هست، یک مفهومی هست که به عنوان یک موجودیت سیاسی، یک موجودیت دولتی، چیزی هست که با تشکیل دولت پهلوی متولد میشه و تقریبا خود مفهوم ایران به عنوان یک مفهوم سیاسی مدرن، چون اصولا دولت ملت یک مفهوم مدرنه و دولت ملت نمیتونه قبل از دوره مدرنیته وجود داشته باشه، برای اینکه مفهوم دولت ملت در واقع چیزی هست که بعد از دوره روشنگری و بعد از انقلاب صنعتی و بعد از در واقع پیدایش مدرنیته مطرح میشه و همراه و همگام هست با انقلاب در چاپ. امکان نداره که ما تصور بکنیم برای مثال 3000 سال پیش یک نفر در بخارا میدونسته که مثلا در مهابات یک هموطن اونجا داره چی میخوره و چجور حرف میزنه و چطور زندگی میکنه. به زبان خیلی ساده مفهوم دولت ملت نمیتونه مدرن نباشه، امکان نداره مدرن نباشه. علی حال مفهوم ایران یک مفهوم مدرن هست، یک مفهوم، خود کلمه ایران تقریبا 1936 تی نامه رضاخان نامه می نویسه به سفرهای دولت های مختلف و میگه از امروز کلمه پرژیا تبدیل به ایران میشه و ما باید در مکاتبات بعدی ایران رو کشور ما رو ایران خطاب بکنید. خود مفهوم ایران وجود نداشته. اما در واقع چیزی که اینجا بحث ما هست و سوال شما هم این هست که این نگاه به هویت ملی واحد، این تلقی از ایران به عنوان یک موجودیت، یک تصور، یک ایمجینیشن خیالی و واحد، یک اجتماع خیالی به قول آندرسن چجور شکل میگیره، این ما رو میبره به در واقع اواسط قرن در واقع 19 هم. ما تقریبا در روشنفکران ایرانی تمایل دارند خواستگاه هویت ملی ایرانی رو برگردونن به انقلاب مشروطه. ببخشید دکتر جان، قبل از اینکه وارد این بخش اجازه از یه سوال بکنم، بسیاری از این همه تقریبا این پان ایرانیستا یا مرکز گرایان میگن که نخیر، ایران درسته به لحاظ اون چیزی که شما بهش اشاره فرمودین که رضا شاه این درخواست رو میکنه، نه ایران وجود داشته، حتی در شاهنامه وجود داره، ایران همیشه وجود داشته، اینم میگن. برای اینم اگه یک جوابی لطف بفرمایید بعد وارد اون بحث دیگه بشید. ببینید، در منابع اسلامی ایران شهر و فارس اسم یک سرزمینه. در هیچ یک از منابع دوره اسلامی و منابع دوره عربی ایران به عنوان یک سرزمین دارای هویت و دارای قومیت واحد به کار نرفته. ایران در اون دوره در منابع، اولا در شاهنامه مثلا حدود ثغور ایران مشخص نیست، چون خیلی وقتا خود مثلا فردوسی اشاره میکنه به سیستان و قسمت‌های شرقی به عنوان جایی که در واقع ایران نیست. یعنی مفهوم ایران در شاهنامه، مفهوم ایران در این نوع منابع یک مفهوم سرزمینی، یک مفهوم جغرافیایی است و وجود یک سرزمین واحد، حتی اگر واحد باشه که نیست، دلیلش هم اینه که در دوره‌های مختلف از دوره باستان تا کنون دولت‌ها بر گسترش جغرافیایی اون چیزی که به ایران شهر موسوم هست، بر گسترش جغرافیایی ایران در چهار طرفش تأکید داشتن. یعنی چیزی که برای سلسله‌ها مطرح بوده گسترش جغرافیایی و قلمروی بوده مثل همه امپراتوری‌ها. ولی در هیچ یک از این معنا و اسم ایران به عنوان یک قومیت یا هویت واحد نیست. به علاوه وجود یک سرزمین واحد
تحت نام ایران یا ایران شهر به معنای وجود یک جمعیت یا هویت همگون نیست. شما اگر به آثاری که بسیاری از ایران شهرگرایان بهش اشاره می کنند، مثل فردوسی، مثل کارهای عرض کنم که حالا من یک مجموعه اینجا یادداشت کرده بودم برای شما، برای مثال مثل کار مثل عرض کنم که نصحت القلوب حمدالله مصطفی، مثل برهان قاطع، مثل در واقع مروج الذهب مسعودی، در همه این موارد ایران یک مفهومیه که الساخ شده به یک سرزمین. گاهن اشاره استفاده میشه برای نامها مثل ایران دخت، یا گاهن استفاده میشه برای درجات سیاسی مثل ایران سپهبد. در بسیاری از موارد کریستنسن اشاره میکنه به شاپور اول که دستور تخریب یک شهر یا در شوش داده، یا تخریب شهر شوش رو داده و گفته یک شهری رو اونجا بسازید به نام ایران شهر. یعنی مفهوم ایران شهر در هیچ یک از آثار اسلامی و عربی که در رابطه با این سرزمین صحبت میکنه به هیچ وجه یک مفهوم. در دوره ساسانی ایران شهر یک به تبعیت از سنت زرتشتی یک مفهوم مذهبی است و ایران تقسیم میشه به ایران، ایران و انیران، یعنی در واقع اونایی که زرتشتیان و غیر زرتشتیان. و اونجا در واقع مقدار این مفهوم مخصوصا در دوره ساسانی نزدیک میشه به معنای مذهبی و دینی، ولی به هیچ وجه کسانی که داخل همون قلمرو ایران و انیران هستن الزاما همشون نه زرتشتیان نه در واقع همون مذهب رسمی اون دوره رو دارن و به هیچ وجه دارای یک هویت قومی و در واقع فرهنگی واحد نیستن. اینه که مفهوم ایران شهر یک مفهوم کاملا جغرافیایی و در واقع سرزمینی هست ولا غیر. بسیار ممنون. اگه میفرمودین در رابطه با اون ریشه های بله، در رابطه با انقلاب مشروطه نخبگان مسلط، حالا من از این لحظه بعد من کلن پانیرانسی ها و جمهوری خان و اینا را همه شروع بشون میگم نخبگان طیف مسلط یا روشنفکران طبقه مسلط، تمایل دارن که تاریخ بیداری ایرانیان رو برگردونن به انقلاب مشروطه. در این دوره کتابی در 1910 به نگارش در آمد، کتاب ادوارد براون با عنوان تاریخ بیداری در واقع فارس ها، یا در واقع تاریخ عرض کنم که بله در هزار انقلاب فارسی، انقلاب فارسی. ادوارد براون اون موقع این کتاب رو برای دفاع از، برای مخالفت از دست اندازی بریتانیا در امور ایران نوشت و از اون موقع کتاب انقلاب فارسی به عنوان، در حالی که این برای خوانندگان انگلیسی نوشته شده بود نه برای خواننده ایرانی، و هدفش هم یک هدف سیاسی دیگری بود، نه هدف این بود، هدفش این نبود که واقعا انقلاب مشروطه یک انقلاب ملی هست. انقلاب مشروطه که در 1906 تا تقریبا تا 1911 به طول انجامید، در این فاصله، این در این 5 6 سال به طول انجامید، نخبگان طبقه مسلط تلقیشون این هست که انقلاب مشروطه رو میشه گفت اولین سنگ بنای ناسیونالیسم ایرانی، در حالی که هدف انقلاب مشروطه ایجاد حکومت قانون بود. ایران در دوره قاجار قراردادهای به قول خودشون ننگینی رو با روسیه امضا کرده بود، از زمین‌های زیادی رو روسیه تصاحب کرده بود، از طرف عثمانی‌ها در خطر بود، از طرف روس‌ها در خطر بود. برای همین شکست‌های تاریخی که قاجارها از روس‌ها متحمل شده بودند و ترسی که از جانب غرب و از جانب عثمانی و تحولاتی که در اون دوره در اروپا بود حس می‌کردند، کسانی مثل ملکم خان رو یا مالکم خان رو به این نتیجه رسوند که نیاز به اصلاحات مدیریتی و ادمنستراتیو هست. برای همین خود ملکم خان در لندن کتابی، مجله‌ای رو منتشر کرد به نام قانون. و به صراحت مالکم خان شخصیتی هست که میشه اون رو پدر انقلاب مشروطه نامید و میشه به آثارش اتکا کرد. هدف انقلاب مشروطه حکومت قانون بود. این چیزی است که کاتوزیان میگه، کسی است که اکثر مورخان فارس میگن و معتقدن که بله هدف انقلاب مشروطه این بود که یک حکومتی رو ایجاد بکنه که درش قانون حکم فرما باشه.
بنابراین انقلاب مشروطه یک حکومتی به هدف محدود کردن قدرت پادشاه. ولی خب حالا من کاری با موفقیتش ندارم، دلیلش هم اینه که انقلاب مشروطه مستقل موفق نبود، دلیلش هم اینه که وقتی شما به قانون اساسی مشروطه نگاه میکنید، در همون قانون اساسی مشروطه در اصل 35 اونجا میگه که حکومت ودیعه است الهی در دست پادشاه. پس معنیش اینه که مطلقا قانون مشروطه نتونه دست پادشاه رو ببنده. در این حال یک چیزهای جالبی هم درش هست، برای مثال از اصل 90 تا 92 یا 93 اختیارات زیادی رو به انجمنهای ایالتی و ولایتی میده و جالب اینه در هیچ جای قانون اساسی مشروطه از زبان رسمی کشور صحبت نمیشه. خیر، در مورد مذهب صحبت میشه، در همون اصل اول، اجازه بدید توضیح بدم، در همون اصل اول مذهب حقه شیعه اشعری، اصل اول و دوم این قانون جمهوری اسلامیه، ولی از جهاتی خیلی پیشرفته تر از قانون جمهوری اسلامی، چون بحث مذهب رسمی رو مطرح نمی کنه. مکرر به جغرافیای ایران تحت عنوان ممالک محروسه ایران، و قبلش هم حتی می گفتن ممالک محروسه قاجار، حتی ایران هم گفته نمی شد. بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی درش مطرحه، ولی اساسا دست و پای شاه رو به هر حال نبست. این یک سنتی بود در انقلاب مشروطه، این سنت اصلی انقلاب مشروطه، هدف اساسی انقلاب مشروطه حکومتی هست که میگن the rule of law، یعنی حکومت قانون، و اینکه ایران رو بتونن بالاخره در یک زمینه قرار بدن. امتداد اصلاحاتی که امیرکبیر با تأسیس دارالفنون یا پالیتکنیک در 1851 شروع کرده بود، امتداد همین بازسازی و رفرماسیون مدیریتی است. و اگر دقت بکنید به تبعیت از تنظیم، به تبعیت و به تقلید از تنظیمات عثمانی هست. با اینکه نخبگان مسلط و مورخان ایرانی همکنون هم تلاش میکنن که انقلاب مشروطه رو انقلاب وصل بکنن، پاسخی بدونن به مدرنیته اروپایی، ولی اساسا مدرنیته اروپایی نمیتونسته مگر از مجرای تنظیمات عثمانی و مگر از مجرای عثمانی ها به ایران منتقل شده باشه. امکان نداشته اینطوری باشه، اینترنت نبوده، روزنامه نبوده مثل الان. بالاخره وقتی میگیم دولت ملت، مفهوم مدرنی یعنی واقعا یعنی همین. بنابراین انقلاب مشروطه به تبعیت از تنظیمات عثمانی و به تبعیت از حکومت قانون و ساختار مدیریتی روسیه وارد ایران میشه. این دوتا در تحولات غربی تأثیر نبوده، ولی نگاه مشروط خواهان نگاهی هست به شرق و ببخشید نگاهی هست به عثمانی و به روسیه. خود تقی‌زاده که یکی از اون دوره هنوز درگیر این بحث مسائل ملی نشده بود، مفهوم هویت ملی نشده بود، کسایی که مشروط خواه بودن مثل خود تقی‌زاده، اینا چون آذری زبان بودن مکرر آماده رفت میکردن به جایی که بهش میگن ترانسقفقاز یا منطقه قفقازات یا قفقازیات، اون منطقه اینا مکرر متأثر از اصلاحات عثمانی بودن و برمیگشتن. نمونهش همین آخونزاده بود که بحث تغییر خط در ایران رو پیش پای ملکم خان گذاشت به تبعیت از تنظیمات عثمانی، و ملکم خان مخالفت کرد با تغییر خط در ایران. ملکم خان یکی از کسایی بود که به شدت با این نوع نگاهی که سنت دوم که از روی دست آخونزاده و کرمانی بلند شد مخالفت کرد. بنابراین این بماند، پس سنت اصلی، سنت مشروطه متأثر از عثمانی، از تنظیمات عثمانی. و جالبه متفکرین عثمانی مکرر دارن به دیده تحقیر نگاه میکنن به انقلاب مشروطه و معتقدن انقلاب مشروطه اصلا تنظیمات رو نفهمیده و بسیار بد داره اونو اجرا میکنه. این یه سنت که بعدن موفق نمیشه، سنت مشروطه موفق نمیشه. بعد از اینکه انقلاب مشروطه ناموفق از آب برمیاد، یک جریان دیگه‌ای بلند میشه از دل در امتداد با مشروطه که جریان آخونزاده و کرمانی هست. امثال مثل آدمیت و آجودانی تمام تلاششون اینه که نشون بدن که آقاخان کرمانی و آخونزاده. ما این اسامی رو یکم تکمیل بگیم، دکتر ماشاءالله آجودانی و فریدون آدمیت. آدمیت، ممنونم. من به خاطر بینندگان عرض می‌کنم این اسامی رو تکمیل باشه بهتر. اینا رو نباید دست کم بگیرم، درست می‌فرمایید.
اینها معتقدند که انقلاب مشروطه پدرانش در واقع آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی هستند، در حالی که این سنت کاملا متفاوته. این در واقع این دو نفر هستند که سنت اصلاحات مشروطه، اصلاحات مدیریتی رو به سمت نشنالیزم اتنیکی فارسی حرکت میدن. خب در 1916 یک سری در اوایل قرن 20 یک سری جریاناتی در اروپا در حال انجامه. بالاخره جنگ جهانی اول شروع شده، جمهوری وایمار در اروپا داره شکل میگیره، در کنار اون امپراتوری عثمانی در حال فروپاشیه، برخی از ناسیونالیست‌های ایرانی نگران فروپاشیه قاجار هستن به اون معنا، در حالی که ما در 1921 هیچ خطری، در 1919 تا 21 دست کم هیچ خطری ایران رو در به مفهوم جغرافیایی کلمه تهدید نمی‌کنه. روسیه و بریتانیا قراردادی رو امضا کردن که قرار موجودیت ایران رو به اون شکلی که هست به رسمیت بشناسن، و بنابراین نیازی به این تحولات، به این بحث‌های هویت ملی در این شکل پرخاشگرانه و یک دستگرایانه نیست. گو آن که در دوره قاجار ایران یک هویت ملی واحد نیست، چیزی به نام هویت ملی وجود نداره، چیزی به نام ایرانیت وجود نداره، چیزی به نام تخیل ملی وجود نداره، و اصولا چیزی وجود نداره که ما بخوایم اون رو ملی بکنیم توسط این نگاه‌های متأثر از آخوندزاده و کرمانی و غیره. بنابراین در دوره قاجار هویت‌های محلی هن. شما اگر به متون دوره قاجار، به مکاتبات دوره قاجار نگاه بکنید، ببینید حتی در دوره مشروطه مکاتباتی که با حکومت کردستان میکنن در همه جا میگن حاکم کردستان، طی نامه خطاب میکنن به حکومت مستقل کردستان، حاکم کردستان، حکام کردستان. اصلا این بحثا مطرح نیست، هیچ خطری هم اون دوره ایران رو تهدید نمیکنه به اون معنایی که نشنالیستای اولیه اون رو چی میکردن. خب من اینجا برم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب اینه که 1911 تا 1916 این بحثا در اروپا در جریانه. یک جریان فکری در آلمان هم در جریان هست که بحث هویت ملی آلمانی و نگاه های نازیسم اولیه در حال ایجاد هست. خب در اون دوره حسن تقی‌زاده دعوت میشه به برلین در رأس و با همکاری چند نفر از دوستان، من اسمشون رو نمیخوام بگم چون ممکنه پس و پیش گفته بشه، حالا بعدا میشه چک کرد، سرچ کرد. حسن تقی‌زاده دعوت میشه به برلین، اونجا با جمعی از دوستان اونجا یک مجله رو دو هفته نامه رو اگه تو ذهنم باشه به نام کاوه چاپ میکنن. این هفته نامه و این مجموعه افراد به حلقه برلین موسومن. مجله کاوه در 1916 در برلین تولید میشه و به تمامی توسط دولت آلمان حمایت مالی، لوجستیکی و اقتصادی میشه. مجله کاوه، هدف مجله کاوه در اون دوره اینه که از حزب دموکراتیک سوسیالیست آلمان دفاع بکنه در برابر روسیه و در برابر بریتانیا در جنگ جهانی. در جنگ جهانی اگر بپرسم چرا دفاع بکنه، مگر دفاع اون مجله یا اون گروه چه نفعی برای آلمان در بر داشت؟ اینها هدفشون این بود که در واقع از حیث فکری اینها حزب سوسیال دموکراتیک آلمان رو به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریانی معرفی بکنن که در امر واقع یک جریان دموکراتیک، یک جریان لیبرال، یک جریان موفق هست، و اون رو در تقابل با در واقع زیادی خواهی ها و بحثای در واقع دیکتاتوری روسیه در اون دوره و بریتانیا قرار بدن. در منظور شما آماده سازی و بسترسازی ذهنی در بین ایرانیان که همسایه روسیه است. در اون دوره بحث ایران در اولویت نیست. 1916 تا 1919 اینا بیشتر متمرکزن روی حمایت از آلمان. 1919 وقتی که البته این به این معنا نیست، اینا مکرر ارتباط داشتن با ایران و جریانات ایران رو از نزدیک می دیدن، ولی 1900
16 تا 19 که دوره اول چاپ کاوه است، بیشتر محور حمایت از آلمانه. 1918 و 19 وقتی جنگ جهانی تموم میشه، از 1919 شماره دوم کاوه، شماره دوم دوره دوم کاوه کاملا تا 1922 روی کاربست نظریه ایدئولوژی آلمانی و آیدیالیسم آلمانی روی ایران کار میشه. یعنی از 1916 تا 19 دوره اول، 19 تا 22 بحث بر سر ایجاد یک هویت ملی واحد در ایران هست که ریشه های اندیشمندیش در تحولات نظری اون دوره آلمانه. الان برمیگردیم به اونجا. ببینید بحث آلمانی ها از قرون 18 و 19، حتی جلوتر قرون 18 درگیر بحث‌های مربوط به نظریه‌های نژادی و زبانی بودند، به تأثر از ادوارد جونز، آره اگر اسمش تو ذهنم باشه، من اینجا یادداشت کردم، بله، به تبعیت از ادوارد جونز در 1786 که یک زبانشناس هست و به دنبال نشون دادن قرابت بین زبان‌های هند اروپایی و سانسکریتی هست، متفکرین آلمانی کارشون این بود که این قرابت زبانی بین زبانهای هند اروپایی و سانسکریتی رو بهش وجهه نژادی و خونی بدن و به شکلی که برادران خونی ما در این قسمت از دنیا هنوز هستند. بعد این رو هم بگم، هیچ وقت آلمانی ها این نگاه نژادی رو، این نگاه خونی رو بر نظریه زبانی وارد میکنن و خود مفهوم آریا هم، خود کلمه آریا و آریایی رو هم خود شلگل که در واقع یک زبانشناس آلمانی هست ابداع میکنه که ریشه سانسکریتی و جرمنی داره، یعنی متأثر از این دو تا واژه است. و یه تعداد دیگه از ما آلمانی ها شروع میکنن به نوشتن آثاری در مورد قرابت نژادی و اصالت نژادی آلمانی ها و اینکه عموزاده های نژادی و خونی اونها در شرق ایرانی ها و هندی ها هستن. باید یادمون باشه دکتر جان، تو من نگرانم بعدن وقت نشه، اگه ممکن بلد. روی همین مفهوم یکم توضیح بلد. این آریایی گرایی ایرانیزم به حساب و نژاد آریا، اصلا شما بعدش هم این سوال جواب بدید، واقعا معتقد به نژاد، این نژاد هستین، این وجود بله. داره، اصلا این نژاد مسئلهش چیه؟ بله، یعنی واقعا در اون دور این بحث زبانشناسی هست و این مفهوم تبدیل زبان به نژاد و خون میشه بنیان نظریه های نژادی دوره استعماری. نژادهای جرمنی و نژاد اصیل آریایی به قول شلگل و جماعتی از دوستاش، حالا اسمشون راسک و مولر و برادران گریم و اینا، لازم نیست، کتابای زیادی نوشته میشه که نشون داده بشه که در واقع آریایی ها نژاد اصیل و برتر هستن. نژاد غیر آریایی چی میشه؟ نژاد غیر آریایی میشه نژادهای سامی و عربی و نژادهای آفریقایی که از حیث تکاملی و بشری و مغزی و هوشی نژادهای پست و فرومایه و نژادهای عقب مانده. درست. خیلی خوب. بنابراین مفهوم نژاد آریایی رو آلمانی ها مطرح میکنند، در ادبیات روشنفکری اون دوره بوده. در اوایل قرن 20 آلمانی ها، تعداد از متفکرین آلمانی مثل اشپنگلر یک کتاب مینویسه به نام افول فرهنگ غرب که نشون میده که روح فاوستی بر فرهنگ‌های اروپایی سایه انداخته، از جمله بر حکومت‌های امپریالیستی بریتانیایی و فرانسوی و غیره، و تمدن اروپایی رو به اضمحلاله و در اینجا فقط یک منجی هست، اونم نژاد جرمن و نژاد آلمانی اصیل و عقاب و بالاخره عموزاده‌های خونی اونها در شرق هستن. این میشه سنگ بنای نگاه کاوه و حلقه برلین و تقی‌زاده به تأثر از این نگاه آلمانی ایده رو مطرح میکنه، میگه که ما باید از طوق سر تا فرق پا بشیم، از فرق سر تا نوک پا ببخشید بشیم غربی. هدف کاوه اینه که یک مفهوم هویت ملی واحد رو ایجاد بکنه. برای همین برمیگرده به
به ایران باستان، به خانش ایران باستان مجله کاوه رو در میاری، خود مجله کاوه، اسم کاوه و خود رنگ هایی که در خود امبلم چی میگن، اون لوگویی که خود مجله کاوه داره، اینا رو خود اسکارمان آلمانی که اتفاقا کورتاژو هم بود، خود اسم کاوه رو هم او پیشنهاد میده و لوگو رو هم او درست میکنه برای مجله کاوه، و مجله کاوه میشه سردمدار بازگشت به ایران باستان، به هویت واحد، به هویت ایرانی واحد. این که دوره ایران باستان دوره بوده که بهشت بوده، این دوره که بهشت بوده، این دوره که مقدس و طلایی و دوره واحد بوده رو اعراب از بین بردن. حالا جالبه در قرن 20 ده حتی در قرن از زمان حمله اعراب به ایران، هیچ وقت اعراب برای ایران هیچ مشکلی درست نکردن، ایران با اعراب با ایران هیچ مشکلی نداشتن. خطر اصلی در اوایل قرن 20 روسیه تزاری و بعدن بلشویک ها بودن و اروپایی ها بودن، انگلیس بود، فرانسه بود، اینا می بودن ایران رو تقسیم میکردن به جاهای مختلف و به حوزه های نفوذ، و اعراب هیچ وقت خطری برای ایران نبودن. منتها متون آخونزاده و کرمانی که سرشار از مفاهیم نجات پرستانه ضد عربی و ضد انسانی و ضد اخلاقی به نوعی میشه سنگ بنای نشنالیزم ایرانی. بنابراین از 1916 تا 1922 کاوه میشه حلقه برلین، میشه پرچمدار در امر واقع، پرچمدار نگاه ملیگرایانه به ایران، هویت ملی به ایران. بعد از اینکه مجله کاوه در 1922 تموم میشه، دلیلش اینه که تقی‌زاده باید بگرده ایران. برای چی؟ برای اینکه رضاخان اومده، شده نخست وزیر، کودتا شده، خیلی از این افراد برمیگردن به ایران برای تصدی پست‌های مدیریتی و سیاسی، لشکری و کشوری. اما آیا حلقه برلین به چه مشغوله در این دوره؟ در 1922 خلاصش میکنم تا 1927 یک مجله دیگه در برلین توسط برخی از همین نویسندگان به نام ایران شهر چاپ میشه. حالا جالبه، اگر تقی‌زاده یک آذری زبان هست، اصالتاً خود کرمانی، آقا خان کرمانی، آخوندزاده همه آذری زبانن. من این رو اضافه بکنم آقای آهنگری، من همه جا استدلالم این بوده که نشنالیسم فارسی یک محصول ایرانی، یک محصول آذری زبانی است. این به این معنا نیست که فارس زبان درش تأثیر نداشتن، چرا داشتن، بسیار هم تأثیر داشتن، ولی در واقع این نخبگان و روشنفکران آذری زبانن که به کاسه داختر ازش تبدیل میشن و در واقع بار سنگین بالاخره تولید نشنالیزم ایرانی و فارسی روی دوش همین از آخونزاده کرمانی، حسن تقی‌زاده که بنیانگذار کاوه است، و بعد خود بنیانگذار مجله ایران شهر حسین کاظم‌زاده که اون هم آذری هست. دکتر جان اجازه از من یک نکته ای رو بگم، اینکه اکثر ترک های مبارز و ضد جمهوری اسلامی خودشون رو ترک آذربایجانی معرفی میکنن. با اجازتون اگر موافق باشین، مرکز گرایان این ترک ها رو آذری معرفی میکنن. به نظر من فقط خواستم این توضیح رو بدم که خود ترک ها به ویژه اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، فدرالیست هستن و مبارزن و من با در نزدیک باشون در ارتباط هم، خودشون رو ترک معرفی میکنن، اما مرکز گرایان به اینها آذری زبان یا آذری میگوین. دلیلش هم اینه که خود که برخی از این روشنفکران آذری، برای مثال همین تقی ارانی و برخی دیگه از همین خود کسروی، بهتر نمونهش کسروی، تمام تلاشش اینه که بگه ما از اعقاب مغول ها نیستیم و ما ترک نیستیم و اصلا ترک بودن رو چی میکنه و میگه آذری، آذری زبان، آذری ها یکی از زبان های ایرانی باستانی و اصیل هست. خب حالا به اینم بپردازین که چرا آذری ها این خدمت یا این نوع دیگرش رو انتخاب کردن، این خیلی مهمه. چشم.
من تا یادم نرفته اینو بگم که ایران شهر در 1922 چی میشه، درست میشه، اگر کاوه یک نگاه تماما سکولار و تماما غربی و میگفت ایرانی باید از فرق سر تا نوک پا غربی باشه و اگر یک نگاه تماما غربی و سکولار به نشنالیسم، به هویت ایرانی داشت و هویت ایرانی رو در ایران باستان جستجو میکرد و متأثر بود از این سنت دوم که به قول خیلی ها میگن سنت، کلمه زیبای هم نیست، یعنی میگن که سنت تحریف شده انقلاب مشروطه، مطلق انقلاب مشروطه هدفش این نبود که ازش آخونزاده و کرمانی در بیاد، هدف مشروطه این نبود هیچ وقت. اگر کاوه هدفش ایجاد یک هویت ملی واحد و مدرن متأثر از مدرنیته اروپایی بود، آقای آهنگری، هدف ایران شهر نگاه به شرق و بازگشت به چیزی بود که بهش میگن روح ایرانیت، روح ایرانیگری و در امر واقع بازگشت به نوعی زرتشتیگری و اتصال زرتشتیگری به مذهب تشیع. پس این دفعه هویت ایرانی دومین المنت یا عنصر خودش رو از ایران شهر گرفت که عبارت از تشیع. من این رو بگم که یکی مثل خود کاظم‌زاده، حسین کاظم‌زاده، به شدت با نهاد سیاسی روحانیت مخالفه ولی با مذهب تشیع مخالف نیست و اون رو نمادی از روح ایرانیت میدونه و اعتقادش بر اینه که که تشیع و زرتشتیگری تشابهاتی با روح ایرانی، این روح ایرانی کجاست، چجور در 3000 سال پیش دست نخورده مونده، اینها بحثی هست که جای بحث ما نیست امروز واقعیتش. اما اینکه چرا عکس، ولی اینم بگم که ایران شهر هم به بنیانهای نژادی و آریایی که کاوه درست کرده بود پایبند ماند. هویت ایرانی همچنان اصیله، همچنان مبتری بر خون و خون و نژادی آریاییه، همچنان بازگشتگرا و ارتجاعی و باستانگراست، میراثگراست، ولی فقط فرقش اینه که یک چیزی به نام تشیع اضافه شده. برای اینکه این تشیع که یک چیز مدرنه، بالاخره ایران قبل از دوره صفوی تشیع نبوده، همه سلسله های همزمان دوره اسلامی همشون اهل سنت بودن به درجات، درسته. خب چجور این رو درست بکنیم؟ این رو جور درست بکنیم که بگیم که هویت تشیع دارای مشخصه های روحی و درونی خاص، مشترکات خاصی با زرتشتیگری و به این شکل خاص این اتصال رو حفظ بکنن. پاسخ خیلی کوتاه من به این که چرا آذری ها این رو قبول کردن، دلیلش هم این بود، به خاطر مذهب تشیع بود. عثمانی ها سنی بودند، عثمانی ها اهل سنت بودند، اینها برای اینکه از حکومت سنی عثمانی و بعدن حکومت سنی، ببین کمالیسم درسته بعدن ضد سکولار شد ولی در اون اوایل مصطفی کمال پاشا مطلقا قرار نبود که مذهب اسلام رو ریشه دست کم ترد بکنه. بنابراین عامل مذهب خیلی خیلی مهمه در این که آذری ها همزاد پنداری بیشتری با فارس هایش تا با عثمانی ها و بیشترین ضرر را هم آذری ها کردن به نوعی از برداشتن این بار، آذری ها و بعدش هم لورها که مشارکتی نداشتن غیر از مشارکت در اول مشروطه، بختیاری ها مشارکت کردن که حالا بحث جداگانه ایه. بعد از ایران شهر دوباره ایران شهر ادامه پیدا میکنه تا تقریبا سال 27، 1927. در 1924 دوباره در برلین، در حلقه برلین، همین نویسندگان یک مجله دیگه به نام نامه فرنگستان انتشار میدن. این مجله بازگشت به غربه، دوباره بازگشت به کاوه است، یک رادیکال ترین مجله است، رادیکال ترین روشنفکرا هستن در حتی نامه فرنگستان خیلی رادیکال تر از کاوه است در غربگرایی و برمیگردن معتقدن که شرق یک تمدن باخته است، یک تمدن شکست خورده است، نگاهشون به غربه. و در و چهارمین مجله که همگام هست با تشکیل حکومت رضا شاه، مجله آینده است که در 1925 توسط محمود افشار
ایجاد میشه. یاد اون باشه که به تدریج این نویسندگان کاوه، ایرانشهر و فرنگستان برمیگردن ایران، مناصب سیاسی و لشکری میگیرن. خود حسن تقی‌زاده میشه مثلا میشه مسئول امور وزیر امور مالیه. نویسندگان دیگه فرنگستان مثل علی اکبر داور و مشفق کاظمی و حالا اسمشون زیاده، اینا هر کدوم میشن مسئول یک بخشی از دولت رضا شاه. و رضا شاه رو همین، این خیلی مهمه، رضا شاه رو همین نویسندگان تبدیل به مستبد میکنن، تبدیل به مستبد میکنن که میگن مستبد اصلاحگر. خود کلمه مستبد خیراندیش یا مستبد اصلاحگر یا مستبد منورالفکر در 1925 رو چی به کار میبره برای رضا، برای رضا خان اون دوره؟ حسن تقی‌زاده و محمد مصدق. حسن تقی‌زاده و محمد مصدق 1925 آرتور پاپ یک مردم شناس آمریکایی سخنرانی میکنه در تهران در رابطه با ایران باستان، لزومی بازگشت به ایران باستان. بعد از 1925 ذوکائر ملک فروغی، محمد علی فروغی که تازه بحث این اسامی خانوادگی و ثبت اسناد مطرح شده بود، خود همین محمد علی فروغی اسم رضا خان رو از حالا من تا الان در مورد کاوه، ایرانشهر و نامه فرنگستان صحبت کردم. اجازه بدید بعد از این کامنت هم راجع به مجله آینده هم صحبت بکنم که خیلی مهمه. حالا کردم یا نه، ولی نقش این روشنفکران خیلی مهمه. این روشنفکران بعداً به سران لشکری و کشوری تبدیل میشن. برای مثال وقتی که رضا شاه خب با کودتا اومده سر کار 1921، بعد دوباره با یک کودتای دیگه میشه پادشاه ایران، همین روشنفکران همین نویسندگان، نکته همینه، برای همین این مجلات مهمه، این افراد مهمن، همین نویسندگان رضا خان رو به مستبد منورالفکر یا مستبد روشنفکر یا خیراندیش معرفی میکنن. خود کلمه مستبد منورالفکر enlightened در واقع دسپات، مستبد منورالفکر یه کلمه هست که یا مستبد خیراندیش هم بازم به کار میره، یه کلمه هست که حسن تقی‌زاده و محمد مصدق برای رضاخان به کار بردن. رضاخان اصلا روحش هم از این چیزا خبر نداشت، اون یک آدم نظامی بود، یه آدم کارکشته نظامی هم بود. البته اینم بگم از 1921 با سپهبد امیر احمدی مشغول به قول خودش مبارزه با قائل‌های مختلف در جاهای مختلف ایران بود، حالا راجع به اینم صحبت میکنم. ولی کلمه مستبد اصلاحگر رو اونا به کار بردن و 1925 آرتور پاپ یک آنتروپولوژیست هست، آمریکایی هست، در تهران یه سخنرانی میکنه به مناسبت عرض کنم که اهمیت ایران باستان، بازگشت به ایران باستان و دوره پیش از ایران. بعد از اون رضاخان و ذوکائرملک فروغی وقتی که تازه بحث این که همه ایرانی ها باید نام خانوادگی داشته باشن، ثبت اسناد و اینا داشت ایجاد میشد، اسم رضاخان رو از رضاخان پالانی خودش اون رو به رضاخان پهلوی براش تغییر میده، میگه علا از رتالا شما باید این دفعه اسمت پهلوی باشه نه پالانی، برای اینکه شما از نوادگان و امتداد کوروش و داریوش کبیر هستید. واقعیتی به همین سادگی. شما چرا فکر میکنید که این یک بحثای مهم جهانی پشتری بود؟ خیر، به همین راحتی این افراد نقش داشتن در ایجاد استبدادی که الان وجود داره. حالا چرا نقش من راجع به مجله آینده صحبت نکردم؟ میخوام الان صحبت بکنم. 1925 مجله آینده به سردبیری محمود افشار که افشار یزدی که اونم اصالتا آذریه، محمود افشار یزدی، درست، یزدی آذریه، دوباره به ریاست او این مجله چاپ میشه. البته این دفعه در ایران این مجله چاپ میشه و دوباره خیلی از این افراد میان در مجله آینده کار میکنن. اگر مجله کاوه بنیان پانفارسیزم رو به معنای زبان و هویت ملی واحد زبانی که 3000 سال ادامه داشته مثلا و امتداد داشته مطرح میکنه، و اگر ایران شهر کاظم‌زاده
تشیع رو میاره و نگاه به روح ایرانیت را وارد میکنه. اگر فرنگستان دوباره بر میگرده به غربگرایی، آینده چی برای چی میاره؟ آینده یک اجندا و پلتفرم اکت سیاسیه. در هشت بند در یک پروپوزال هشت بندی محمود افشار، آقای آهنگری پیشنهاد یکسانسازی فرهنگی و نابودی تنوعات فرهنگی رو مطرح میکنه. نابودی تنوعات فرهنگی در معنای واقعی کلمه. البته کاظم‌زاده این پیشنهادات رو داده بود. کاظم‌زاده مخالف تنوعات فرهنگی بود. کاظم‌زاده دفاع میکرد از اینکه هویت ملی ایرانی باید بر همگونسازی فرهنگی مبتنی باشه، ولی این محمود افشاره که بحث کشیدن راه آهن را مطرح میکنه. برای اینکه کسی نفهمه، هدف راه آهن این نیست که توسعه را بیاره، هدف اینه که معلوم نباشه کی کجا زندگی میکنه. به قول خودش پیشنهاد میده که به قول خودش اشاعره کرد و آذری رو ببره نواحی مرکزی، از نواحی مرکزی افراد بیاره توی مرزها. و خیلی جالبه، من این رو چون امروز بحث آذری ها رو شما پیش گیرید، میخوام صحبتی با آذری ها داشته باشم خیلی مختصر، و اینه که در همه این پروژه نشنالیسم فارسی، آذری ها، روشنفکران آذری این دوره، اونقدری که علاقه مندن به نابودی زبان و فرهنگ آذری، به نابودی زبان و فرهنگ هیچ اقلیت دیگری، هیچ اتنیک دیگری علاقه مند نیستن. یعنی برای مثال یکی مثل محمود افشار میگه من با تدریس زبان آذری، در گیومه میگم، با تدریس زبان آذری حتی برای 5 دقیقه هم مخالفم. یکی مثل در واقع حسن تقی‌زاده، مثل قبلی هاشون آخوندزاده و کرمانی که اینا دیگه اصلا با بحثشون کاملا واضحه. کسروی به همین شکل، کسروی دفاع تمام قدی میکنه از زبان فارسی و اینکه تلاش بکنه که، و میگه من هیچ آرزویی در دنیا ندارم برای ملت ایران جز اینکه یه روزی همه زبانهای غیر فارسی نابود بشن. آرزوش اینه، میگه آرزویی برای مردم ندارم جز اینکه همه زبانهای غیر فارسی نابود بشن. و نام میبره آذری، کردی، لری، بلوچی، اینا رو نام میبره. و این نقل قولش اتفاقا اگه من کاملا نگفته باشم میشه بعدن پیداش کرد، به این شکله. و بعدن میاد کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان رو مینویسه علیه کردها و مخصوصا علیه، برای دیوسازی از اسماعیل آقای سمکو. میاد تاریخ 500 ساله خوزستان رو مینویسه، برای اینکه واقعا وقتی این کتاب رو میخونی مثل یک فیکشنه که تمامش اهانت و تحقیر عرب هاست. کتاب خاندان نوبختی رو مینویسه که نماد یک خانواده ایرانی فارسی اصیله و این چیزا رو مینویسه. منتها نخبگان ایرانی، نخبگانی که امروز دارن دفاع میکنن در آمریکای شمالی و اروپا از ایرانیگری، تمام طرفشون صحبتشون با امپریالیسم غرب و اروپا است و به هیچ وجه تمایل ندارن راجع به این صحبت بکنن که این روشنفکرانی که هویت ایران را ساختن چه نگاه نژادگرایانه و چه نگاه تحقیرآمیز و نگاه مخربی داشتن علی حال به اتنیکای داخل ایران. خیلی خوب، پس 1925 آقای آهنگری وقتی که رضا شاه میاد سر کار میشه پادشاه ایران و مصدق اونو خطاب قرار میده، مستبد دیمونر فکر، یکی بهش میگه the man of order، مرد حکومت، مثل همین حکومت حکومتی الان آقا که حکومت حکومتی دست اونه. و تقی‌زاده سخنرانی و مصدق و تقی‌زاده سخنرانی بزرگی میکنن در مجلس، در همین که ما منتظر همین مرد هستیم برای صدها سال که بیاد و به قول علی اکبر داور این مردم وحشی رو آدم بکنه. ایرانی ها آدم نمیشن، این چیزی که هم داور این رو میگه، ایرانی ها آدم نمیشن مگر به زور سرنیزه، مگر به زور شما. فروغی هم همچین صحبتهای را داره و حتی ابراز ناامیدی میکنن از اینکه چرا ایرانی ها آدم نمیشن و ما باید اینا رو به زور آدم بکنیم، در این حد ملت خودشون رو، فرهنگ خودشون رو وحشی و عقب مانده میدونن. در 1921 تا شروع شده این بحث سرکوب قول خودشون اشاعره و قائل ها، در 1925 تا 1937
رضا شاه سرگرم چیزی هست که به قول کاتوزیان و کاوه بیات بهش میگن نسل کشی. خب دکتر جان اجازه بدین، متاسفانه وقتمون الان واقعا تموم شد، اینو در قسمت بعدی مورد بررسی قرار بدیم. فقط من یک سوالم مطرح میکنم الان، شما اگر موافق باشین در قسمت بعدی، برنامه بعدی به این بپردازیم، برای من شکل گرفته این سوال. خب این روشنفکران، به اصطلاح البته من میگم روشنفکر، من نمیتونم به ولتر هم بگم روشنفکر، به این نژاد پرستان و دیگر ستیزان هم بگم روشنفکر، حالا تحصیل کرده یا هرچی اسمشو بذاریم، چرا این تحصیل کرده ها، این مرکزگرایان، این به اصطلاح روشنفکرانی که حتی میخواستن ایرانی از فرق سر تا نوک پا غربی بشه، چرا اینا در همون زمان نگاهشون به سوئیسی نبود که اواخر قرن 19 فدرالیزه شده؟ چرا به کانادایی توجه نمی کردن که 1901 دموکراتیزه و فدرالیزه شده؟ چرا به ایالات متحده آمریکایی توجه نمی کردن که به حساب قرن 18 1776 مثلا فدرالی شده؟ چرا بعد دموکراسی شکل میگیره اونجا؟ چرا مثلا اینا این برداشتشون از غربی شدن اینجوری تکساحتی و کپی برداری از یک نوع نظام ورشکسته آتاتورکی است که اصلا ربطی به دموکراسی نداره، در صورتی که نکته اینجا، در صورتی که نمودها و مثالهای دموکراتیک در غرب وجود دارن، مثل سوئیس، مثل ایالات متحده آمریکا، مثل کانادا، اینا وجود دارن. اگر اجازه بدیم ما این بحث رو در قسمت بعدی ادامه بدیم با این سوال و بحثی که شما مطرح فرمودین. متاسفانه وقت ما تموم شد. بینندگان عزیز، همراهان همیشگی، از اینکه با من و دکتر محمدپور عزیز بودین خیلی خیلی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر و قسمت دوم این بحث شیرین و داغ، هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین.